خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو محمد تقی جعفری ایشون میفرمودن من قبل از انقلاب بود ظاهرا یه کنفرانسی تو دانمارک بود دعوتشون کرده بودن که روانشناس ها و جامعه شناس ها به هر حال بعضی از دانشمندان علوم انسانی جمع شده بودن و تو این کنفرانس یکی از مباحث و موضوعاتی که مطرح بود معیار ارزش انسان بود معیار ارزش انسان به چیه هر کسی یه چیزی گفت و نظری داد علامه جعفری میگه من رفتم پشت تریبون گفتم که معیار ارزش هر کسی و درجه هر کسی به اون چیزی است که بهش عشق میورزه آرزو داره خواستشه اگر یه کسی خواستش یه ماشین مدل بالاست آرزوش اینه و به این عشق میورزه حد و اندازش در حد همون ماشینه اگر کسی آرزوش مثلا یه آپارتمان دو طبقه است این حد و اندازه و رتبهش بنزه همون آپارتمانه و اگر کسی عشقش خداوند متعال آرزوش رسیدن به قرب خداست این حد و اندازش خیلی بزرگه رتبهش فوق تصور ما هستش من این رو گفتم و توضیح دادم و از کنار تریبون اومدم کنار همه بلند شدن شروع کردن ابراز احساسات کردن و دست زدن یه مقدار که دور شدم برگشتم پشت تریبون گفتم که هزارا محترم این چیزی که من گفتم مال من نبود مال پیشوای ما و امام ما علی ابن ابی طالب بود که فرمود قیمت و کل امرئن ما یحسنه قیمت و ارزش هر کسی اون چیزی است که بهش عشق میورزه علاقه داره اون چیزی است که برای او ارزش قائله و خواسته او هست باز همه شروع کردن ابراز احساسات کردن و من اومدم پایین واقعش همینجور هستش ارزش هر کسی حد و اندازه هر کسی به میزان آرزوها و خواسته و حاجاتشه گفت بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته بلبل لانش تو باغ، اما جغد تو ویرانه و خرابه است هر کس به قدر همت خود لانه ساخته خدا رحمت کنه یکی از اساتید رو حرف قشنگی میزد میگفتش که کسی که در حد دنیاست حتی اندازش در حد دنیاست حتی عباداتش هم بوی دنیا میده تو نمازش هم اگه مثلا فرض کنید به عنوان مثال داره نماز شب بخونه یا نماز مثلا رفته جمع کران داری یا نمازی بخونه دنبال ماشینه تو نمازش دنبال خونه است تو نمازش هم یعنی نمازش وسیله است برای حاجاتش در حد دنیا اما اون کسی که فراتر از دنیاست حتی کاروکاسبی و بازارش هم بوی خدا میده تو بازار هم اگر کاسبی میکنه برای یه چیز متعالیه عجبا که بعضی هستند که عباداتشون هم نمازشون هم بوی دنیا میده بعضی کارهای دنیایشون هم بوی خدا میده حد و اندازه آدم ها فرق میکنه